مرحبا çocuklar. Selam bachaha. Nasılsınız? Umarım hepiniz çok iyisiniz. Umarım ki hamatun حالتون خوب باشه. بچه های عزیز، درس قبل در مورد فصل و روز و بالاخره ماهای سال ما صحبت کردیم. یه چیزایی رو من دوست داشتم توی این درس باهاتون در مورد زمان و تقسیماتش صحبت بکنیم. امروز میخواییم کلی کلمه جدید یاد بگیریم که مطمئنم خیلی به دردتون میخوره. اگه یادتون باشه توی جلسه قبل ما گفتیم که سال میشه یل یا سنه. حالا بیر یلدا 365 گون وار. یعنی چی؟ یعنی در یک سال 365 روز وجود داره. بیر یلدا اون ایکی آی وار. یعنی چی؟ در یک سال 12 ماه وجود داره. بیر یلدا کچ هفته وار. من جواب اینو نمیدم. توی کامنت ها منتظرم که شما بیاید به من بگید توی یک سال چند هفته وجود داره. بچه ها سر سال یعنی همون سال نو، سر سالو چی میگن؟ یل باشه، یل باشه. اگر یه چیزی رو بخوایم سالانه داشته باشیم یا سالانش رو بگیم، مثلا اشتراک سالانه، مثلا یه خونه رو اجاره کردیم سالانه اجارش کردیم، سالانه رو چجوری بگیم؟ یلیک، یلیک یا سنلیک. میدونید که سال یل و سنه بود، هر رو تاش میشه یلیک سنلیک. خیلی خوب. بیر آیدا. آی چی بود؟ ماه. بیر آیدا یعنی در یک ماه دورت هفته وار. در یک ماه 4 هفته داریم. بیر آیدا اوتوز گون وار. توی یک ماه 30 روز داریم. حالا بعضی از ماها یه روز کمتره، بعضی از ماها یه روز بیشتره، ولی فرم کلیش اینه که 30 روز در یک ماه داریم. اگر چیزی رو ماهانه داشته باشیم، مثلا خواستیم بگیم اشتراک ماهانه، قبض ماهانمونو میخواییم پرداخت کنیم، چی بگیم؟ آیلیک، آیلیک. خب بریم سراغ هفته. بیر هفته دا یدی گون وار. یعنی توی یک هفته 7 روز داریم، 7 روز هست. حالا اگه قرار باشه ما بگیم یک خونه مثلا هفتگی اجاره کنیم، بریم مسافرت یک خونه هفتگی بگیریم یک هفته، میشه چی؟ هفتلیک. مثلا برنامه درسی هفتگیتون رو معلم بهتون میده، اون میشه هفتلیک، هفتگی، هفتلیک. بچه ها هفته دو قسمت داره. هفته ایچی یعنی روزهای وسط هفته، هفته ایچی. و هفته سونو یعنی چی؟ روزهای آخر هفته که 2 روز هست. حالا این هفته ایچی چه روزایی هست؟ ما توی ایران و یا توی کشورهای فارسی زبون معمولا جمعه اون تعطیله، از شنبه هفتمون شروع میشه. خب الان توی ترکیه و یا بیشتر کشورها اول هفته شنبه نیست، دوشنبه است. از دوشنبه باید شروع بکنیم. بنابراین روزهای داخل هفته میشه دوشنبه، پازارتسی، پازارتسی، سه‌شنبه، ساله، ساله، چهارشنبه، چهارشنبا، چهارشنبا، پنجشنبه، پرشنبه،
پرشنبه و جمعا که میشه جمعه. جمعا. روزهای هفته داخل هفته چی بود؟ هفته ایچی. یه بار دیگه میگم پازار تسی ساله چهارشنبه پرشنبه جمعا، اینا میشن هفته ایچی، یعنی روزهای داخل هفته. خب دو روز آخر هفته که هفته سونو بود چی میشد؟ جمارتسی پازار. جمارتسی پازار یعنی شنبه و یک شنبه. اینم از ایام هفته. بچه ها روز میشد چی؟ گون. گون. حالا اگه یه چیز رو روزانه بخوایم بگیم، مثلا اینترنت روزانه میخوایم بگیریم، روزانه رو چجوری بگم؟ گونلوک. گونلوک. امروز چی میشه؟ بگون. بگون. دیروز چی میشه؟ دون. دون. فردا یرن. یرن. خب بچه توی روز چند تا زمان داریم، مثل صبح و ظهر و عصر و اینا. توی زبان ترکی اینا رو چجوری باید بگیم؟ صباح، صبح، صباح. ظهر میشه اوله، اوله. عصر و غروب و اول شب میشه آکشام، آکشام. و شب که دیگه میخوایم بخوابیم دیر وقت، تا دم صبح میشه گجه، گجه. برای صبح مثلا میگیم چی؟ صبح بخیر دیگه. ای صباحلار، ای صباحلار. یا گنایدن، گنایدن. برای ظهر میگیم تونایدن، تونایدن. برای بعد از ظهر میگیم ای اکشاملار، ای اکشاملار. برای شب بخیر گفتن که به معنی خدافظی باشه و یا رفتن خوابیدن باشه میگیم ای گجلر، ای گجلر. اینا رو هم بلد باشید. خب یه کوچولوی دیگه مونده هنوز از درس. میخوام بدونم الان هنوز ویدیو رو لایک نکردی؟ اگه لایک نکردی الان یادت باشه لایک کن، سابسکرایب و زنگوله هم که دیگه حتما انجام دادی. دوست عزیزم اگر توی این درس سوالی داشتی کامنت کن، من کامنت ها رو میخونم و حتما بهتون جواب میدم. خیلی خوب بیا یه تیکه آخر درس هم بهت بگم. بیر گونده 24 ساعت وار. بیر گونده 24 ساعت وار یعنی در یک روز 24 ساعت داریم. بیر ساعت 60 دقیقه وار. بیر ساعت 60 دقیقه وار. توی آمه به جای دقیقه میگن دقیقه، میدونید؟ و اختصاریش هم میشه، یعنی مختصرش هم میشه ده که. پس 60 دقیقه هم در ساعت هست. بیر دقیقه دا 60 ثانیه وار. بیر دقیقه دا 60 ثانیه وار، یعنی توی یک دقیقه 60 ثانیه وجود داره. بچه ها اگر گفتید که لحظه یا دم توی ترکی میشه چی؟ مثلا یه لحظه. توی زبان ترکی ما میگیم بی دکه یا بیر دکیکه، یعنی یه دقیقه. میخوام یکی بگیم منتظر یه دقیقه وایسید، خب یه دقیقه صبر کنید، میگیم بی دکه، بی دکه. خب یا بی ثانیه. حالا میخوام شما با هم بگید اگه بخوام بگیم یک لحظه یا یک آن، یک دم، چی بگیم در زبان ترکی؟ توی کامنت ها اینم بنویسید. امیدوارم این درس به دردتون خورده باشه بچه های عزیز. درس امروز تموم شد. به امید دیدار توی ویدیوی بعدی. گریش میگذره.